به رغم جو شدید امنیتی که از روزهای منتهی به جمعه هر ساعت شدیدتر می‌شد و ایجاد ایست و بازرسی‌های امنیتی متعدد، باز هم مردم بعد از نماز جمعه علیه علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران و حکومت در خیابان‌های زاهدان شعار دادند. اما در سیستان و بلوچستان فقط مردم زاهدان نبودند که به خیابون‌ها آمدند. ویدیوهایی از حضور مردم در شهرستان راسک هم به صدای آمریکا رسیده. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه های نماز جمعه این شهر بار دیگر از جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت با امنیتی کردن استان و شهر زاهدان توسعه‌ای در کار نخواهد بود. مولوی عبدالحمید در جای دیگه ای از صحبتاش هم گفته 80 ساله ها نمیتونن برای جوانان تصمیم بگیرن. توصیه من است که به جوانان ترحم بشه، جوان سرخورده نشه، جوان سرشاره از آرزوی زندگی، آرزوی آینده، برای آینده خودش حرفی میزنه و اعتراض میکنه، سخنی داره. باید این قانع کرد، باید خواسته این ما برآورده بکنیم در جهت برآورده ساختن خواسته او قدم برداریم. جوان نه به زندان نیندازید، اگر با او صحبت کنید، بچه ها را که باید ترحم بشه، زنانه که ترحم بشه، با اینا بشینید صحبت کنیم، با اینا ما صحبت کنیم، و اگر حرفشون صحیحه قبول کنیم، اگر حرف اشتباهه دارم قانع کنیم، ولی با اونها بدتر هم برخورد بشه، با اونا بیرحمی نشه، اینا شکنجه نکنند اینها را، اینا اعدام نشن. کمپین فعالین بلوچ هم از ممنوع المنبر شدن و بازداشت خانگی مولانا گرگیچ خبر داد و نوشت مقامات جمهوری اسلامی در استان گلستان در تماس تلفنی با مولانا گرگیچ از ممنوع المنبر بودن و بازداشت خانگی او خبر دادن. عده‌ای از مردم گالیکش در استان گلستان هم با حضور در مقابل منزل مولوی گرگیچ به این تصمیم حکومت اعتراض کردند. ساعتی پیش مولوی گرگیچ در تجمع مردم مقابل منزلش در سخنانی از حکومت انتقاد کرد. نشنود اون لیاقت حکومت کردن را ندارد. من مطرح نیستم و نمیخوام خود را مطرح بکنم، اما خواسته مردم اگر کسی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب بکنن مردم هست، اگر کسی را به عنوان یک شخص که در یک روستای میخواد دیار بشود، حرف مردم هست.